خانم ذوالفقاری، بختیاری زبان محسوب میشه یا گویش و چرا؟ این بحث رو همیشه میکنم. من خیلی سعی میکنم مختصر یک بار برای همیشه این موضوع رو توضیح بدم، حتی قبلا هم توضیح دادم. ببینید، هر انسانی در هر گوشه این جهان که داره از فکولتی، از توانایی گفتار و سخن استفاده میکنه، یک زبان رو داره استفاده میکنه. یعنی چه اون زبانی که، یعنی نوع صحبت کردنی که دو تا پیرزن در یک قبیله در آمازون انجام میدن و اون زبانی که میلیاردها نفر بهش صحبت میکنن، اینا لزوما از نظر ساختاری اینجوری نیست که اون زبانی که کمتر گویش برداره آسونتر باشه و اون همه دارن یک زبان رو استفاده میکنن، به این معنی که آواها رو بر اساس یک الگوهای خاصی کنار هم میچینن و کلمه میسازن و اون کلمات رو بر اساس یک الگوهای مشخصی کنار هم میچینن، جمله میسازن و یک دستور زبان یا ساختار دارن. حالا قضیه یک، من دارم اینو از نظر زبانشناسی بیان میکنم. گویش، مفهوم گویش وقتی به وجود میاد، دیالکت، که ما دو نوع صحبت کردن رو میخوایم با هم مقایسه کنیم و میگیم آیا این دو نوع صحبت کردن دو گونه از یک زبان هست یا دو تا زبان کاملا متفاوته. و متاسفانه هیچ معیار مشخصی هم نداریم که بگیم که تا چه حد به هم شبیه. دیگه یک چیز حساب سرانگشتی اینه که اگر بیشتر از 70-80% اون دو گروه یا آدمی که دارن دو زبان، دو نوع صحبت رو انجام میدن، اگر اونا تا حدود 70-80% هم دیگر رو بفهمن، اینو ما بهش میگیم دو گویش از یک زبان. ولی باز هم اینم طیفه و مثل خیلی از مفاهیم دیگه در علوم انسانی، ما هرگز نمیتونیم یک خط خیلی مشخص و دقیق بکشیم، همه به صورت پیوست داره. به این صورت که فرزن دوست من که در از کابل هست، وقتی که حرف میزنه من مرتب مجبورم ازش خواهش کنم آرومتر صحبت کنه یا شمرده تر، حتی چند تا کلمه رو بپرسم، ولی بالاخره بیشتر مثلا حدود 70% متوجه میشم چی میگی و ما با زبان دیگه ای با هم ارتباط نمیگیریم. بنابراین دری کابل و فارسی تهران از یک دو گویش از یک زبانه. ولی اگه با دوستی از هرات بخوام صحبت کنم، این mutual understanding، این درک متقابل، ممکنه به بالای 90% برسه. حالا توی بعد سیاسی اجتماعی میان تعاریف دیگه ای میکنن. یعنی برای زبان یک شخصیت در واقع سیاسی معین میکنن و این حالت باعث میشه که بیشتر اینا اصلا جنبه های زبان شناسی نداره، یعنی ساختاری اون اصلا قابل توجیه نیست. اینا یک چیزای بر اساس مسائل سوشو پولیتیکال و اقتصادی است. بنابراین مثلا به لحاظ زبانشناسی نروژی و سوئدی دو گویش از یک زبانن، ولی به خاطر اون ساورنتی و به خاطر در اون وضعیت سیاسیش اونا رو به عنوان زبان نروژی و زبان سوئدی ما میشناسیم. گاهی هم فکر میکنن که گویش تا وقتی که خط نداره اون زبان محسوب نمیشه، که اینم در واقع به معنای زبان شناختی نداره. شما هر گویشی رو میتونین براش خط تعیین کنین، یا ممکنه زبانی وجود داشته باشه که به لحاظ ساختاری خیلی یونیک و خاص باشه ولی مثلا خط نداشته باشه. اینها باید همیشه توجه کنیم که از چه در واقع دیدگاهی داریم به این موضوع نگاه کنیم. قضیه لهجه هم پیش میاد که لهجه دیگه فقط آواییه. یعنی مثلا یه فرانسه، هر کدوم ما از ما ممکن هم مثلا حرف د تو همه زبان ها باشه، حرف ر تو همه زبان ها باشه، ولی هر در واقع گویشور، وقتی میگیم گویشور به معنی نمیدونم سپیکر از یک زبان، ممکنه اون ده رو با یه جای خاصی از دهانش یا زبانش، یا همینه که مثلا هندی میگه ده، انگلیسی میگه جه، فارسی میگه ده، و این باعث میشه که لهجه به وجود بیاد.
و این میشه که یه فرانسوی میخواد مثلا انگلیسی حرف بزنه میگه this is به جای اینکه بگه this is. اون کاملا آواییه و هیچ ربطی به ساختار زبان به اون شکل نداره. درسته. خب بپردازیم به وجه سیاسی زبان و فرهنگ. همونطور که گفتین توی ایران بعد از انقلاب اسلامی چقدر زبان و فرهنگ بختیاری تقویت شده یا تهدید شده، و الان زبان بختیاری توی ایران تدریس میشه و آیا ممنوعه، آیا مجاز این تدریس؟ باز من خیلی بحث کلی کردم راجع به زبان و گویش، و حالا مشخصتر توی در مورد ایران بخوام صحبت کنم. ببینید، خیلی از گونه های زبانی که الان در ایران رایج هستن به یک یعنی به لحاظ در همزمانی سینکرونیک الان بخوایم راجبشون بررسی کنیم، اینا زبان هستن، بلوچی، بویشی، حتی چیز زبان هایی که ممکنه هرگز اسمشون به گوش شما نخورده باشه. زبان وفسی که استاد من دانالد رسیلو 50 ساله داره روش کار میکنه، 2000 صفحه نوشته، هنوز تموم نشده توصیفش. اینها ما الان میتونیم بگیم زبانه، چون کسی که اونو حرف بزنه، بختیاری به قول معروف غلیظ حرف بزنه، یا گیلکی یا تاتی یا بلوچی یا آذری یا خیلی زبانه دیگه، این شما متوجهش نمیشین. یه کسی که فقط بلد فارسی حرف بزنه متوجه نمیشه، بنابراین اینا زبان محسوب میشن. اما از یک نگاه در زمانی دایاکرونیک شما میتونیم همه اینها رو گویش های یک زبان مادر حساب کنیم. یعنی ما وقتی نگاه تاریخی میکنیم، زبان های ایرانی باستان داریم، زبان های ایرانی میانه داریم که حالا باستانی ها در واقع به 3000 سال قبل زبان احتمالا خیلی بیشتر بوده، ولی ما فقط دو تاشو میشناسیم که زبان فارسی باستان باشه و زبان اوستایی، که فارسی باستان کتیبه های هخامنشی ازش مونده و زبان اوستایی هم که اوستا، و اونو میگیم ایرانی غربی، اینو میگیم ایرانی باستان شرقی. و این غربی شرقی لزوما جغرافیایی نیست، این یه چیزی که دانشمندا این اسما رو گذاشتن بر اساس ویژگی های در واقع ساختاریش و آوایی و همش. حالا بعد ما یه سری زبان ها داریم پیدا کردیم از روی حالا نوشته ها، کتاب ها، سنگ نوشته ها، که اونا رو دانشمند ها طبقه بندی کردن. زبان های ایرانی میانه که در دوره اشکانیان، در دوره ساسانیان اینا استفاده می شود. و اینها خب بالاخره در این گستره تحول پیدا کن و برای همین بعضی از زبانشناسان معتقدن که تمام این زبان هایی که الان در ایران صحبت میشه، اینا همه گویشن از یک در واقع زبان قدیمی تر که این دیولوپ تحول پیدا کرده و رسیده به الان. فکر میکنیم به این دلیله که توی جمهوری اسلامی اجازه تدریس آزادانه این زبان یا تدریس رسمی این زبانها رو در مدارس نمیده، به خاطر اینکه معتقده که ریشه این زبانها مشترکه و این زبانها همه نهایتا از زبان فارسی منشعب شدن. فکر میکنین دلیلش اینه؟ نه، من اصلا فکر نمی کنم به این عمق به این مسئله نگاه شده باشه اصلا. ببینید، این مسئله در واقع توجه داده نشدن به زبان، مثل همون دلیلیه که به جنگل های ما توجه نشده، همون دلیلیه که به دریاچه های ما، به اقتصاد ما، به هر، یعنی این lack of management یا نبود مدیریت یا مدیریت بد تاثیرش رو همه چیز میذاره از جمله زبان. و بحث این که خب وقتی که انواع اقسام فشارهای اقتصادی، عدم تدبیر، عدم در واقع مدیریت منابع و پیش میاد، مردم تحت فشار قرار میگیرن، اذیت میشن و میخوان که یه جوری این درد رو درمان کنن. حالا به غلط یا درست، نه حتما درست نیست، ولی نمیخوام بگم که راه اشتباهی رو رفتن، ولی
به هر حال این چیزیه که ما الان میبینیم که بعضی ها فکر میکنن که اگه روی زبانشون، زبان مادریشون پافشاری کنن، یا مثلا روی یک سری در واقع ویژگی هایی که مختص خودشون میدونن، اینجوری حقشون در واقع حقشون رو طلب میکنن، در صورتی که من مطمئن نیستم این اتفاق بیفته. ببینید، من میتونم بگم که شما، ما هممون تجربه تدریس انگلیسی، تدریس عربی تو مدارس رو داریم. ببین، هر چیزی که مندیتوری بشه، هر چیزی که بگن شما باید هفته 2 ساعت زبان مادری بخونید، مطمئن باشین بچه ها به قول خود این روزی ها دو در میکنن و کلاس ها رو نمیرن. مسئله این نیست که ما بتونیم از این طریق آموزش رسمی بخوایم که این زبان ها رو حفظ کنیم. بذاریم مشخص تر بگم، آیا این زبان هایی که ما میگیم زبان های بومی، حالا بعضی مواقع هم زبان های محلی میگن و بعضی دوست ندارن این لفظ رو، فکر میکنن اگه بگیم زبان محلی، موسیقی محلی، اینا فکر میکنن که یعنی میگیم دهاتی یا بی کلاسه، در صورتی که این معنیش ریجنال، منطقه‌ایه. بالاخره در این گستره رنگارنگ ایران، هر کدوم ما خواسته ناخواسته یه جایی به دنیا اومدیم و تحت تاثیر اون زبانی که مادرمون یادمون داده یه چیزی یاد گرفتیم، تحت تاثیر لالایای مادر بزرگمون یک در واقع صمیمیت هایی با یک نوع ملودی خاص داریم، با یک نوع غذای خاص داریم، و این یک احساس آرامش و امنیت و گرمایی به ما میده که خب دوستش داریم. و این، ولی این که ما هویت خودمون رو بخوایم با این چیزها تعریف کنیم، خب به نظر من این راه خطاییه. یعنی این که ما خودمون اومدیم ریز 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 کردیم در این، حالا گستره ایران بگیرین، کل جهان بگیرین، عالم خلقت بگیرین، که ما بگیم که هویت من اینه که فرض کن من یک زنم و من ایرانیم و من بختیاریم و من زبان اینه و بخوام از این دفاع کنم. میدونی خب این ببین، یه ادعایی وجود داره که میگه عدم آموزش به زبان مادری و عدم آموزش خود زبان مادری دو تا تاثیر منفی داره. یک بچهش اینه که کودکی که با یک زبان، مثلا با زبان بختیاری بزرگ شده، تنها زبانیه که بلده، وقتی که میره مدرسه و تماما با زبان فارسی مواجه میشه که اون رو نمیفهمه لزوما و نمیتونه به اون زبان کلمات رو حتی به طور شنیداری درست درک نمیکنه، بنابراین براش خیلی سخت خواهد بود که دفعتا وارد بشه، هم زبان رو یاد بگیره و هم خوندن رو و هم نوشتن رو. و اگر در چند سال اول تدریس به زبان مادری باشه خیلی کمک میکنه. نظری دیگه ای هست که میگه عدم آموزش خود این زبان ها باعث میشه که خود زبان در طول زمان ضعیف بشه، به خاطر اینکه کار آکادمیک روش نمیشه و فقط داره سینه به سینه و به صورت گفتاری منتقل میشه. در این مورد فکر میکنید که جمهوری اسلامی خوب عمل کرده، یا الان کلا داره توی ایران عمل کرده مثبتی اتفاق میفته، یا تأثیری نداره آموزش دادن یا ندادن وضعیت زبان؟ ایران؟ جواب من، پاسخ من همیشه یکیه، نه، هیچ کاری انجام نشده و هیچ کار درستی انجام نمیشه و هیچ سیاست درستی انجام نمیشه. ولی من میخوام بیشتر این موضوع رو روشن کنم که در یک دنیای ایدئالی که ممکنه ما بتونیم بسازیم، باید کدوم یکی از این خواسته ها برآورده بشه؟ آیا باید زبانهای بومی و لوکال و ریجنال ما حفظ بشه؟ حتما باید این کار کرد. من 30 سال از عمر زندگیم آکادمیکم و فقط نشستم راجع به زبان و فرهنگ بختیاری کار کردم تو قالب تز فوق لیسانس و دکترا و کتاب و مقاله. پس این نشون میده که من نمیتونم خودم رو تنها، حتما باید اینا حفظ بشه، نه فقط به خاطر اینکه باعث افتخار یک مردم یا مثلا فرهنگ بشه، بقید این خیلی مهمه. یعنی گاهی اوقات اسم یک گیاه یا اسم یک جانور در یکی از این گونه های زبانی که در سرتاسر ایران پراکنده است، این میتونه یک پازل زبانشناسی تاریخی رو به صورت بین المللی حل کنه. بسیار مهمه. من حالا اینها به صورت حفظ موسیقی، همه فرهنگ و زبان و همه چی، نگهداری، رسیدگی بهشون،
ولی این که بنابراین من حتما موافق این هستم که باید این زبانها رو به هر طریقی که میشه، انواع اقسام الان نرم افزارا هست، دوره ها هست، ورکشاپ ها هست که من خودم شرکت کردم، درس میدم، که اینا رو باید در واقع مجهز کنیم افرادی رو که علاقه من هستن که برن و اینا رو پای صحبت مادر بزرگ بشینن، اینجا بشینن، آوازها رو ضبط کنن، همه چیز، و اینا رو نگه دارن و تا میتونن به در واقع هر حد توانشون اینا رو روش بدن. اما آیا این که ما بیایم اینو بگیم که تدریس به زبان مادری، یعنی این که ما اولا که باز من توی همین مقاله‌ای که قراره تو سمینار سیمپوزیومی که از فردا شروع میشه ارائه بدم، این هستش که من این تاثیر فارسی رو بختیاری رو با عدد و رقم و آمار نشون دادم و تحقیقیه که من از 24 سال پیش شروع کردم. این سالهای اخیر هست که این بحث زبان مادری، تدریس به زبان مادری در واقع خیلی باب شده، ولی من این خیلی درازدامنتر از این هست و اون موقع سال 1375-6 و 1996 در واقع من برای اولین بار اومدم که اینو به صورت آماری بررسی کردم که آیا واقعا فارسی اثر منفی داره روی این زبانها و آیا در حال زوال هستن یا نه. مقاله رو دوستان میتونن توی اینترنت پیدا کنن، گویش بختیاری بقایا زوال، اون موقع من میگفتم گویش. به هر حال باید حفظ بشن، ولی این که ما بیایم بجنگیم که یک سیستم آموزشی بنیاد کنیم که بخوایم به زبان مادری درس بدیم، حالا فرق میگم در دنیای ایدئال، شما فقط، من چند تا از مسائل پراتیک عملیشو میگم. ما یه تیپ همونجور که خدمتتون گفتم پیوستار داریم از اون چیزی که میگیم زبان کردی، زبان لوری مثلا، یا ما از این پیوستار خیلی متنوع کدوم یکی رو میخوایم استاندارد بدیم؟ آیا اونی که به قول دوستان میگن تعداد گویشور بیشتریه و این کار رو میکنیم به خاطر احقاق حقوق مردم و یک حرکت دموکراتیک، بنابراین به محضی که شما انتخاب کنید یعنی در حق یه گروه دیگه ظلم کردیم، و اتفاقا این کار اگه این کار صورت بگیره، یعنی شما بیاین یه گونه از کردی یا یه گونه از لوری رو بخواین اینو استانداردش کنین و تدریسش کنین، کتاب بنویسید که حالا با فرض این که ما متخصص برای همه اونا داریم و بعد به همه این همون رو برای شیمی هم با همون بنویسیم، فیزیک هم، حقوق، فلسفه، همه به اینها بنویسیم به فرض محال، به اتفاقا نتیجهش این میشه که تمام اون گوناگونی ها از بین میره، بقیه ورایتی ها، بقیه گونه های کردی یا نوری از بین میره، چون دیگه اینو آوردیم بالا و دقیقا یعنی نتیجه عکس خواهد داد. اگر این تنوع برای ما زیباست، این در واقع این چیزی که ایران رو یا فرهنگ ایرانی رو غنی کرده همین تنوع، و با این استاندارد کردن یه گونه بر گونه های دیگه در واقع به مرور زمان این تنوع رو از بین میبریم. و حالا فرض کنید که در حد 85 میلیون ما اومدیم تفکیک کردیم به آدم های مختلف با زبان های مختلف، مدرسه های مختلف، مهد کودک، دبستان، دبیرستان، و بعد کنکور به زبان لوری، من یه اصلاح کنم، تاکید کنم روی حرفم، صحبتی که هست ادعایی که الان وجود داره اینه که در چند سال اولیه آموزش، یعنی 2-3 سال اول، زمانی که کودک به زبان اصلی و رسمی مسلط نیست، نه اینکه حالا مادام العمر تا سطح دکترا به زبان مادری تدریس بشه، تا یه سطحی که اون کودک بتونه زبان اصلی که زبان فارسی هست در ایران رو مسلط بشه و متوجه بشه و بعد شروع کنه به زبان فارسی بخونه. یعنی تجربه خودم در مورد بختیاری میتونم خدمتتون بگم که، و البته میدونم این قابل اطلاق به بقیه هم هست،
ببینید در ایران کمتر کسی هست که بایلینگوال یا مالتی لینگوال نباشه، یعنی چند زبانه یا دو زبانه نباشه. یعنی واقعا اتفاقا مرکز نشین ها بیشتر اینجوری هستن و تمام در واقع افرادی که ممکنه در واقع محیط های حالا شهری یا روستایی که شرایط اقتصادی به نسبت پایین تری از شهرهای بزرگ و مرکزی داشته باشن، اتفاقا اونها غنای زبانی بیشتری دارن. یعنی به خصوص شهرهای مرزی، من خودم تو اهواز بزرگ شدم، میدونم که مثلا خیلی ها، پدر بزرگ من هم عربی بلد بود، هم بختیاری بلد بود، هم حتی هندی ها کار میگن، هندی بلد بود، نمیدونم انگلیسی بلد بود. یعنی اینا یه ویژگی های، ولی امروز روز و من در مورد بختیاری با آمار در شهر مسجد سلیمان نشون دادم که 64% بچه های بختیاری شهر مسجد سلیمان فارسی زبان اولیه که یاد میگیرن و تقریبا در ایران هر کسی که تلویزیون نگاه میکنه و این اشتباهیه که ما در مورد بچه هامونه. ببینید بچه ها مثل اسفنج تا 13 سالگی میتونن چندین زبان رو جذب کنن. یعنی اینجوری نیست، کافیه در معرض، حالا از طریق تلویزیون، از طریق حتی و ما ناراحت نباشیم که بچه‌مون داره یه زبان دیگه یاد میگیره. شما بعد ایرانی هایی که خارج از ایران مجبور شدن زندگی کنن میبینن که بچه‌شون در حد دو سه ما زبان محیط رو گرفته. بنابراین این ظلم یا ستمی به بچه نیست که بره مدرسه تازه فارسی رو هم علاوه بر زبان مادری و در بزرگش یاد بگیره. نگرانی اونجا پیش میاد که شما اون زبان رو تحقیر کنی، یا مثلا موسیقیش رو تحقیر کنی، یا فرهنگش رو تحقیر کنی و اون حس بدی بهش دست بده. اونه که باید، و این بله من موافقم که خیلی فرهنگ پایتخت نشین این حالت رو داره و ساختن فیلم ها یا چیزهایی که سمد آقا مثلا اون موقع می ساختن، یه مثلا آدم روستایی ساده و فلان و سعی می کردن لهجه ها رو تقلید کن. اینا چیزای فرهنگیه، اینا ربطی به آموزش و اصالت زبانی و اینا به نظر من نداره. حالا من اگر اجازه بدین خیلی مختصر راجب این نتایجی که من راجب تاثیر فارسی مثلا روی بختیاری به عنوان یک نمونه آماری کردم خدمتتون ارائه بدم، که برای این تحقیق هم 24 سال پیش و بعد برای این انتشارات موتون که میخواستن خانم انوش صدیقی در واقع میخواستن این مجموعه رو انجام بدم و به من سفارش دادم، من تصمیم گرفتم همون تحقیق 24 سال پیش رو تکرار کنم. و تو این تحقیق ما یه، چون اولین بار بود که انجام میشد به گفته دکتر مدرسی و دکتر استاد دبیر مقدم و استاد مدرسی، ما مجبور شدیم که اصلا پرسشنامه رو خودمون تنظیم کنیم که بیایم بگیم که در محیط های اجتماعی مختلف، در کوچه و بازار، در خیابان، در مدرسه، در صحبت با دوستان، در صحبت با افراد پیر فامیل، زن و مرد در گروه های سنی مختلف و در گروه های آموزشی مختلف انتخاب زبانیشون چیه. یعنی یه چیزی حدود 100 تا 200 جدول داریم که در این حوزه، در این شرایط، این گروه سنی و این گروه جنسی و این گروه تحصیلی چه انتخابی داره. و بعد وقتی که بعد 24 سال من یک آماری حدودا در آوردیم که بین هر دو دهه حدود مثلا 14% افت کاربرد زبان بومی رو ما داریم و یک در واقع پیش بینی هایی کردیم، این بود که وقتی من بعد 24 سال که اینم باز یه کار جدیدیه که بیا یه تحقیق رو دوباره بعد 24 سال نگاه کنی، این دفعه ما اومدیم سوشال میدیا رو، من اومدم سوشال میدیا رو هم در واقع اضافه کردم. اون موقع ما اصلا نمیدون، در تخیلمون هم نمیگنجید. و این رو هم بررسی کردم، یه سری دیگه جدول اضافه شد که این که شما اصلا استفاده میکنین سوشال میدیا، کدوم ها رو استفاده میکنین، چقدر استفاده میکنین و چه. حالا خیلی خلاصه نتایج رو بگم، این بود که در واقع سوشال میدیا به نجات زبان ها اومد به یک معنی که شما الان میبینید که سر تا سر پر موسیقی و جوک و دابسمش و انواع اقنام فعالیت تا جدی تر، از شوخی تا جدی همه چی هست.
و از اون طرف باعث شد که تعاملات زبانی خیلی بیشتر بشه، یعنی آهنگ هایی که مثلا عربی و فارسی نمیدونم بختیاری و این همینجور با هم هنرمندای جوان کار میکنن. اما چیزی که خیلی به نظر من مهمه، اگه ما دغدغه حفظ این زبان ها و فرهنگ ها داریم، این تحقیق من نشون داد که افرادی که دارای مدارک تحصیلی بالاتر هستند و دارای شغل‌های اجتماعی، حالا مثلا سطوح از دانشگاهی داشتیم تا مثلا معلم، کار فرهنگی یا شغل آزاد یا بیکارها، اونایی که در واقع از نظر اجتماعی موقعیت بهتری داشتن، همونقدر که فارسی رو بهتر استفاده میکنن، بختیاری رو هم بیشتر استفاده میکردن. یعنی یک معلم دبیرستان یا معلم دانشگاه نه تنها بختیاری رو در محیط مثلا فرض کنید کوچه و بازار بیشتر از یک آدم بیکار کم سواد استفاده میکنن. وقتی میگیم بیکار و کم سواد، این یعنی اینکه هر دو فارسیش اونقدر خوب نبوده که بتونه در واقع تو تحصیلش پیش بره و یا اینکه موقعیت های شغلی داشته باشه. و اتفاقا این چرا اینجوری میشه؟ بخوای که اون آدم یک اعتماد به نفسی داره و که دیگه احساس شرم نداره که اگه یک زبان بومی هم بلده، و از اون طرف مثل هر آدم دو زبانه و چند زبانه، وقتی که این بختیاری رو بلده بعد میره فارسی رو هم یاد میگیره، تازه یک ملاک و معیاری براش پیش میاد که میتونه مقابله کنه و بختیاری رو قشنگتر ببینه، تازه بفهمه که این چه ویژگی هایی داره که این یکی نداره، یا برعکس. میدونه، یعنی شما یه معیاری دستتون میاد، زبان سوم یاد بگیرید یه چیز دیگه یاد میدید. و باز نکته خیلی مهمی که بهش رسیدم این بود که بیشترین موقعیتی که زبانهای بومی به کار میره، یا بخت و کیس من بختیاری در انتخاب بختیاریه در مقابل فارسی، توسط همه گروه های سنی، همه گروه های تحصیلی و همه زن و مرد، این بود که در مراسم قومی مثل عروسی و عزا، در ارتباط با افراد پیر فامیل، در این شرایط اینا همیشه بلا استثنا درصد کاربرد بختیاری بیشتر. ما چه نتیجه میگیریم؟ دغدغه اینو داریم که زبانهای بومی حفظ بشه، که بسیار کار مهمی هم از نظر علم زبانشناسی هم از نظر تنوع فرهنگی و محیط اجتماعی. چی کار باید کنیم؟ اولا که زبان رو منتقل کنیم. پدر بزرگ ما یا خود ماها کلاس و درس نرفتیم تا این زبان رو یاد گرفتیم، ما یادش گرفتیم مثل هر زبان دیگه ای که میتونیم یاد بگیریم، چیزی کنارمون نبود اینو یاد گرفتیم. اگه مثل بچه های اروپایی مادرمون فرانسه بود، فرانسوی بود، بابامون آلمانی بود، بعد مثلا توی سوئد بزرگ می شدیم، خب همینجور به طور طبیعی سه زبانی. حالا ما تو ایران پدر کرده، مادر گیلکه، بعد بچهش که بزرگ میشه حالا این چقدر کرده چقدر گیلکه، و بعد میره با یه مثلا آدم خانم یا آقای آذری ازدواج میکنه، بچه اونا کدوم یکی از ایناست؟ و این اتفاقیه که تو کل تاریخ ایران و تو این گستره سالها افتاده، و اینجاست که من با اون اصطلاح قوم مشکل دارم. یعنی به لحاظ اتنیک و قوم، به همین دلیل این مثال مختصر فرصت نیست اینو بیشتر بهش گفتم، اون یک دسته شما نمیتونید در واقع بهش قائل بشین. من بختیاریاری رو میشناسم که از شهر مسجد سلیمان به خاطر شرایط اقتصادی یا هر چیزی رفتن در شهرهای استان اصفهان ساکن شدن، بچه های اونا دارن لهجه اصفهانی یا گویش اصفهانی دارن، و خودشون هم حتی نسل اول هم آهنگ صحبت کردنشون فرق کرد. من میخوام بگم که این گوناگونی زبانی و گوناگونی فرهنگی بیشتر از اینکه ژنتیک و نمیدونم به خون و نسل و این چیزا ربط داشته باشه، این یه اتفاقیه که به خاطر حالا بگیم شرایط زندگی به وجود میاد، و این هیچ کدوم برتر بر دیگری نیست، و به خاطر رشدش نباید دیگری رو سرکوب کرد، فقط باید به همون قشنگ پرداخت.